پخش یک خبر درباره لیم امیری که بسیار شوکه کننده و دور از باورها می باشد، مردم را به شوک فرو برده است. این خبر حاوی مطالبی درباره زندگی شخصی لیم امیری می باشد و گفته شده که وی با وجود مجرد بودن حامله شده است. چند عکس نیز در صفحات مجازی دست به دست می شود که لیم امیری را با شکم کلان نشان می دهد. اما حقیقت چیست؟ آیا واقعا لیم امیری حامله است؟ اگر این خبر صحت داشته باشد، پدر طفل وی کیست؟ برای دانستن درباره این حقیقت مرموز و پوشیده، در ادامه ویدیو با ما همراه باشید و فراموش نکنید که ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید. مدتی است که لیم امیری در شبکه طلوع بسیار کم سر کار حاضر می‌گردد و از مدیریت این شبکه تقاضا نموده است که تایم کاری وی را کم نموده و فقط در برنامه‌های آن اشتراک کند که در جریان روز بعد از ساعت 10 و قبل از ساعت 3 بعد از ظهر می‌باشد. اما دلیل این درخواست لیم امیری چیست؟ طبق اطلاعات پخش شده، دو دلیل در این باره وجود دارد. اولین دلیل این که منزل لیم امیری از دفتر شبکه طلوع بسیار دور است و ایشان به خاطر ضبط برنامه‌هایی مثل بامداد خوش و یا برنامه‌های دیگر که مجبور است بسیار صبح زود از خانه آماده شده و طرف دفتر بیاید، با وجودی که وی را یکی از اعضای فامیلش با موتر شخصی به محل کار وی میرساند، به شدت توسط اشخاص مختلف توقف داده می‌شود و تهدید می‌شود. حتی گفته شده چندین بار به اندام شخصی لیم امیری دست درازی شده و تجاوز نمودند. این موضوع باعث شده است تا لیم به خاطر امنیت جانش درخواست نماید که تایم کاری وی را تغییر دهند. گفته شده که اگر برنامه های کاری لیم در شبکه طلوع چنج نمی شد و این شبکه را ترک می کرد و قرار معلومات وی قصد داشت به کشور فرانسه برود. اما تلویزیون طلوع مانع رفتن وی شده و تایم کاری وی را چنج نموده است. شایعه دوم که در این روزها به شدت در حال پخش شدن است این است که گفته می شود وی حامله شده است. ولی حقیقت حامله بودن وی چیست؟ طبق شایعاتی که گفته شده است لیم امیری حامله است، این موضوع را می توان از روی اندام وی مشخصا دید و شکم وی نیز در این مدت کلان شده است. اما سوال این است که لیما با وجودی که هنوز مجرد است چگونه حامله شده است؟ شایعات چندی پیش درباره لیما امیری و پامیر کاکر پخش شد که این دو قرار است به زودی با هم نامزد شوند. موضوع تا جای صحت داشت و لیما امیری و پامیر کاکر رابطه شخصی داشتند، اما در حدی نبود که بتوان گفت حامله شدن وی ربطی به پامیر کاکر دارد. شایعاتی نیز وجود دارد که طفل از احمد پوپل می باشد. احمد پوپل و لیما امیری در این اواخر به خاطر ضبط برنامه ها اوقات زیادی را در پشت صحنه می گذرانند و گفته شده این دو دور از چشم دیگران هم بستر شده و فعلا لیما امیری حامله است. طبق این شایعات، بعد از خبر شدن احمد پوپل از حاملگی لیما، او با فامیل لیما صحبت کرده و به زودی قول نامزدی و ازدواج داده است. دلیل تغییرات برنامه های لیما امیری را نیز بعضی ها به حامله بودن لیما امیری ربط دادند و گفتند که برای وی به خاطر حامله بودن سخت است که تحرک زیاد داشته باشد و بدون خواب و امنیت کافی در صبح بسیار زود به دفتر بیاید. دوستان عزیز، این موضوعات صرفاً شایع می باشند و کاملاً دور از حقیقت می باشند. صفحات فیسبوکی که قبلاً خبرهای تا حدود معتبر پخش می کردند نیز به این شایعات توجه کرده و موضوع را پخش نمودند. اما دور از حقیقت می باشد. موضوع تهدید و اذیت و آزار لیم امیری در راه دفتر حقیقت دارد، اما موضوع حامله بودن وی راست نیست و فقط مردم شایع سازی نمودند. اما می پردازیم به این که لیم امیری کی است؟ لیم امیری دخترک خردسالی بود که در سالهای 2009 تا 2010 در برنامه‌های هوای تازه محصول تلویزیون طلوع مشغول به گردانندگی بود.
وی با استعداد ناب خیش توانسته بود توجه خیلی از شبکه ها را به خود جلب کند و از یک سو مخالف های زیادی هم داشت. آن زمان نیز خبر رابطه وی با وجودی که بسیار خرد بود خبر ساز شده بود و شایعه بسیار بدی که در آن زمان بر سر زبان ها بود از این قرار بود که غلام سخی بالایی لیمه امیری به طور پنهان تجاوز کرده است. اما خوشبختانه که این شایعات دروغ بوده و حالا میبینیم که آن گفته ها در حد شایعه باقی مانده است. لیمه امیری پس از غیبت 10 ساله با ظاهری متفاوت و زیبا دوباره در برنامه بامداد خوش تلویزیون طلوع ظاهر شد. حالا وی جوان و بزرگ شده است و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است. شایع است که وی با پامیر کاکر گرداننده تلویزیون لمر رابطه عاشقانه دارد و پامیر کاکر هر از گاهی و بعد از هر برنامه با موتر دنبال لیما آمده و او را با خود می برد. در آن دوران که لیما امیری مشغول برنامه هوای تازه بود، فرهنگ و سطح دانایی مردم آنقدر پیشرفته نبود تا یک دختر خرد و یا نوجوان را بدون چادر و با لباس‌های تنگ و کوتاه در محضر عام شاهد باشند. برنامه هوای تازه نماد انقلاب روشنفکری و تربیه آزاد خصوصاً برای اطفال بود. حتی برنامه‌های وی را کشورهایی همچون پاکستان، تاجیکستان و غیره کشورها نیز تماشا می‌کردند. اما به دلایل نامعلوم لیما از این برنامه و شبکه طلوع دست برداشت و شاید شایعات ذکر شده یکی از دلایل این موضوع بوده باشد. لیما امیری در کل یک دختر زیبا با ظاهر منظم و با استعداد خارق‌العاده است، اما با شایعات فراوان و حواشی بسیار زیاد روبرو می باشد. درباره لیما امیری خیلی از دختران نیز اظهار نظر نمودند که وی زیبایی طبیعی ندارد و صرف توسط میکاپ و آرایش زیبا است، که بعداً لیما امیری با خونسردی تمام و کمال ادب بیان کرده بود که وی از دیگر دختران افغانستان برتری ندارد و ادعای بهترین بودن را نیز ندارد. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان این ویدیو. امیدواریم معلومات ذکر شده مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. شما عزیزان نیز می توانید در بخش کامنت نظریاتتان را با ما شریک سازید و برای دیدن ویدیوها و موضوعات جالب دیگر چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.